بسم الله الرحمن الرحیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید برای حمایت از ما لطف نموده چینل ما را سبسکرایب و لایک نمایید این خانم از دکتر زاکر نایک سه سوال مشکل پرسید که جواب دادن به ما و شما مشکل بود اما الحمدلله دکتر زاکر نایک جوابهای قناعت بخش برایش داد او گفت اگر دکتر زاکر نایک به سوال های من جواب قناعت بخش بدهد من اسلام را قبول می کنم سوال اول خانم ای بود که وقتی مسلمان به حج می روند از آنجا آب زمزم و خرما می آرد با همی قسم وقتی هندوها به مندر می روند و همراه خود نظر می آرد پس ای هر دو شکی از فرقی ندارد سوال دوم خانم ای بود چرا یک مرد نمیتواند همراه یک مرد رابطه جنسی داشته باشد؟ و همین قسم چرا نمیتواند همراه یک زن رابطه جنسی داشته باشد؟ چرا در اسلام هم جنس پرستی من شده است؟ حتی در اسلام مخالف هم هستند. یک زن و یک مرد ضرورت به عروسی دارند. ای خود ضرورت ندارد بروسی کردن بدون این هم میتواند رابطه جنسی داشته باشند و هدف رابطه جنسی خود لذت بردن است مرد از زن و زن از مرد حال اگر لذت را مرد از مرد و زن از زن ببرد چه مشکل است دیگه خوب به هدف خود میرسند. سوال سوم خانم ای بود چرا در جنت مسلمان ها می گوین وقتی حضرت آدم و حضرت بی بی هوا را بازی داد و به گفته او گندم و یا هر چیزی که بود او را خورد به همی خاطر از جنت پایین شد و بر روی زمین مسئولیت طفل پیدا کردن و دوش زنها داده شد چرا همی در را زنها متقبل می و همیشه در را باید بکشند دکتر زاکر نایق قبل از جواب دادن گفت خواهر ما بسیار یک سوال خوب کرده و باید برای تان بگویم فرق بین خرما خوردن و نظر هندوها چیست؟ اول باید برای تان بگویم که در کتاب هندوها نظر به مشکل غذایی برای بطها برده می شود تا آنها بخورند به منایی این است که غذا را کسی بخورد این غذا به بگوانشان یا به خدایشان و یا به بتهایشان می رسد. در حالی که خدای حقیقی را هنوز اندوها, اندوها ندیدند و نشناختند که او به خوردن آشامیدن ضرورت ندارد خداوند پاک در سوره انعام میفرماید که خداوند جل جلالهو به همه روزی می رسند. اما خودش به روزی و نان ضرورت ندارد دکتر زاکر نایک گفت که در قرآن سه یا چهار مرتبه این موضوع گفته شده است که به غیر از آن به نام کسی دیگر غذا بخورید یا کسی را شریک به خداوند متعال بسازید این گناه محسوب می شود و این حرام است هر قسم غذایی که باشد به نام نظر پس نظر هندوها پرساب هندوها به خاطر بگوان خود او را می آرن. خوردن آن درست نیست و حرام می باشد حال میاییم سر خرما خرما که از خانه کبه میارند ما مسلمان ها آب زمزم با خرما را که از خانه کبه میاریم ما هیچ وقت نمیگوییم که شما بخورید تا به خداوند برسد و خداوند بخورد صرف ای بخاطر یس و مسلمان ها خرما را از آنجا می آرند و هیچ وقت نمی گویند که نعوذ بالله ما به خدا غذا می دهیم. مگر شما به یاد داشته باشید اگر هندوها شما را به نام نظر خرما بدهد حرام است بخاطر که ای به غیر الله داده شده به نام شریک خداوند داده شده است پس حرام می باشد همین فرق بین هندوها و مسلمانها ها است که مسلمانها ها فکر نمی کند که خداوند جل جلاله بخوردن خوردن آشامیدن ضرورت دارد اما هندوها فکر می کنند که خدای آنها بخوردن و آشامیدن ضرورت دارد سوال دوم شما این بود که چرا همجس پرستی حرام است مرد با مرد یا زن با زن چرا رابطه جنسی نمی داشته باشد در حالی که هدف همو لذت جنسی است و یا اینکه چرا به خاطر رابطه جنسی نکاه کنند یا عروسی کنند این خوب بدون عروسی هم می شود در قرآن کریم در سوره اسرا می فرماید که به نزدیک زنان نروید چرا که به است و این غلط است در قرآن پاک در یک جای دیگر آمده که مرد نمی تواند با مرد رابطه جنسی داشته باشد چرا که از حد و حدودی که الله تعیین کرده گذشته است ای به حیایی است یعنی الله منان حد و حدودی را که تعیین کرده بود شما در این حد و حدود داخل نشوید ما او را از بین ببریم چون ای حرام است و الله رب العزت در دل زن و شوهر محبت آفریده و بشک کسانی را که در این باره غور میکنند و تفکر نمیکنند بیزیاری از نشانه ها را میبینند و لذت بردن هم از همجنس پرستی بسیار کار غلط و حرام است لذت خو میبرند همجنس پرستان اما محبت در دلشان وجود ندارند چون محبت صرف در دل زن و شوهر پیدا می شود علم امروزی هم جنس پرستی را غلط ثابت کرده است شما می یک دلیل دیگه هم بیارید که هم جنس بخواست خودشان است کسی بالای آنها فشار نیاورده آنها بخواست خودشان این کارها را می کند ما چی غرض بگیریم و کار آنها بگذارید هر کاری دلشان می شود بکنند الله جل جلاله این کارا را من و گناه بزرگ گفته است و خداوند جل جلاله به همی خاطر عروسی و نکار را پیشنهاد کرده در ضمن الله منان شهوت جنسی را بسیار زود در انسان رشد می دهد با خاطر که اینها زود عروسی کنند و صاحب اولاد صالح شوند و رشد بشر ادامه پیدا بکند و تا قیامت همی قسم ادامه پیدا بکند و اگر همجنس پرستی شود اولاد چه قسم پیدا شود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می فرماید که رابطه جنسی بین زن و شوهر در اصل یک عبادت است و تجربه امروزی هم ثابت کرده و مثال هم می دهد اگر شما یک جوره را ببینید که زن و شوهر است بسیار خوش و خوبتر زندگی می کند نسبت به جوره هم پرستی اسلام یهودیت عیسویت و تمام مذاهب و دینها همجنسگرایی را من کرده است و به صحت انسان ضرر دارد وقتی من به کانادا رفتم آنجا دیدم که شعار می دادن که باید جواز بدهید به همجنسگرایی و اجازه بدهید باز ببینید در کانادا من می شاد. در دنیا بسیاری از علما این را من می کند بسیاری از کشورها کوشش می کند. این را من کند و مردم را نصیحت کنند ولی نمی فهمم بعضی مردم خصوصا در هندوستان بعضی از مردها هم همزندگرایی را شعار میدهند هنوز هم میگن که اجازه داده شود و این را زیاد نشر و پخش می و کوشش دارند که این را عام بسازند و به یک قانون جور کنند در حال که غلط است و خلاصه بگویم همجنگرایی شما را به جهنم میبرد سوال سوم شما این بود که حضرت بیبی هوا بی باعث خوردن دانه گندم در جنت شد و از همین خاطر حضرت بیبی هوا بی به زمین آمد و طفل پیدا کردن به دوش زنها شد این بسیار غلط است در انجیل گفته که خانم ها باید خوری و درد طفل پیدا کردن را به دوش بکشند به خاطر که در جنت دانه گندم خورده بودند و تا جایی که شما میدانید انجیل دست خورده و دست زده شده اما در اسلام اشتباه را سر بیبی بی هوا نینداختند و گفته شده که اشتباه از هر در قرآن سه جای آیه های آمده است که ای اشتباه را هر دویشان کرده به طور مثال در یک جایی گفته شده که ما هر را من کردیم که گندم را نخورد و در جای دیگر گفته شده که هر از الله جل طلب آمرزش کردند و در جای دیگر گفته شده است که به خاطر اشتباهی هر را به زمین فرستادیم در هر جای ذکر هر دویشان شده تنها ذکر یکیشان نشده فلحازا از دید قرآن و اسلام اشتباه هر دویشان شده خاطر که تغییرات زیادی در انجیل آورده شده با همی خاطر نخصه های انجیل تغییر داده شده و به می خاطر کسانی که ایساوی هستند در راه اشتباه روان هستند خاطر که کتاب خود را می بیند و می خوانند که این قسم گفته شده و اعتبارشان سر کتابشان کم می شد. در حالی که در اسلام چنین نیست شما قرآن پاک را بخوانید و شما میفهمید که یک طفل پیدا کردن به زن جزا نیست برعکس خوشبختی است سوره نسا آیه اول به مردها گفته شده که از زنهایتان محافظت کنید متوجه زنهایتان باشید متوجه صحتشان باشید و در جای دیگر گفته شده که ما برای انسانها گفتیم که با پدر و مادر خود بسیار به شکل خوب رویه کنند به خاطر که مادر درد زیادی را می کشد به خاطر پیدا کردن طفل به همه طریق حدیث که پیش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمد و گفت به خاطر که مادر درد زیادی را می کشد به خاطر پیدا کردن طفل به همه خاطر در حدیث آمده یک شخص پیش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمد و گفت یا رسول ما از بین والدین خود با مادرم خوب رفتار کنم و یا با پدرم حضرت محمد صلی الله علیه و گفت همراه مادرتان این شخص بار دوم همی سوال را تکرار کرد که کدامش حضرت محمد صلی الله علیه و گفت با مادرت و دفعه سوم هم همین جواب را برایش داد و دفعه چهارم که سوال را کرد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفت همراه پدرت اما سه بار مقام مادر واجب شده مقام اول مقام دوم و مقام سوم هم به مادر داده شده بعد از آن گپ پدر گفته شده ای به منای این نیست که شما احترام پدرتان را نکنید مگر احترام مادر مقدمتر است خداوند پاک به می خاطر مسئولیت پیدا کردن طفل را به دوش مادر را گذاشته است آیا کدام مرد می تواند طفل پیدا کند؟ هرگز نه خدا کنه شما جوابتان را گرفته باشید این خانم گفت بله ما جوابم را گرفتم دکتر زاکر نایک گفت آیا شما به خداوند یکتا ایمان دارید؟ این خانم در جواب خاموش ماند دکتر زاکر نایک گفت شما حضرت عیسی را خداوند قبول می این خانم گفت نه خیر دکتر زاکر نایک گفت خیر او را شما چه قبول می او گفت پیامبر خدا قبولش می کند دکتر زاکر نایک فرمود آیا شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را آخرین پیامبر قبول دارید خانم گفت بله ما به او یقین دارم و او آخرین پیامبر خداوند است دکتر زاکر نایک گفت آیا شما را کسی مجبور کرده که اسلام را قبول کنید؟ ای خانم در جواب میگوید: گوید نخیر دکتر زاکر نایک میگوید: مبارک حال شما می اسلام را قبول کنید و دکتر زاکر نایک به ای خانم کلمه را گفت و او تکرار کرد و اسلام را قبول کرد دوستان عزیز مهربانی هیچ هزینهی ندارد رساندن دانش عبادت است